بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم اشهدو اشهدو لا الهه الا الله و اشهدو ان محمد عبده عبدهو بیننده عزیز سلام امیدوارستم هر کجایی که هستین جور و صحتمند باشین ولی محمدی هستم و بعد از چند روز غیبت با یک برنامه دیگر خدمت شما حضور پیدا کردم ابتدا تشکر میکنم از عزیزانی که از طریق واتس اپ جویای احوال من شدن حقیقت این است که من همین اکنون هم مریض هستم و در چند روز گذشته مریض بودم به همین دلیل نمیتونستم که برای شما عزیزانم برنامه تهیه بکنم و واقعا سپاسگزاری میکنم از آن تعداد عزیزانی که از طریق واتس اپ جویای احوالم شدن و گفتن که ما به منتظر برنامه هستیم و شما کجا هستین بر صورت دوستان عزیز امروز درباره مسلمان شدن یک شخص امریکایی یا یک شهروند امریکایی از طریق زبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان صحبت میکنیم خب ببینین شما در ابتدا ویدیو برادر ما را که یک شهروند آمریکایی است و مسلمان شد دیدین و در ادامه هم باز هم یک قسمت های از این ویدیو را من برای شما میمانم شما میتونین ببینین خب دوستان عزیز شما میفهمین که اگر شما میخواین که به یک دین ایمان بیارین مسلما در باره او دین شما معلومات کافی را اول به دست میارین و بعد میبینین که یک دینی هست که قابل این هست که شما بالای از او ایمان بیارین و دین خودت را خودتان را به خاطر او دین تغییر بتین یا باید این موضوع باشه یا یک موضوع سیاسی است یک موضوع سوء استفاده است که یک تعداد انسان ها میکنه که در ادامه بالای صحبت میکنیم اما شما اگر بخواید که بدین سویت روی بیارین یا یهودیت یا بودایزم یا هندو یا هر چیز دیگه مطمئن استم که او مردم از شما قبل, قبل از اینکه شما را بدین خود راه به پرسان میکنه که چی دلیل شد چی باعث شد و چی خوبی های از این دین دیدین و چی دربارش میدانین چی خواندین شما معلومات کافی را اگه برایشان ندین شما رو قبول نمیکنه به خاطر اینکه میگه شاید شما بخواین که از دین ما سوء استفاده بکنین یا به کدام منظوری میخواین که دین تان را تغییر بدین پس من از اینکه شهروند امریکایی مسلمان شد بسیار خوشحال هستم اما جای تاسف اینجاست که متاسفانه آقای زبیح الله مجاهد زمانی که بالای این برادر امریکایی ما که فعلا مسلمان شده کلمه را خواند بعد از او یک شخص صدا زد و برش گفت که وقتی که تمام شد که اون معنای کلمه را به انگلیسی برش بگوین که بفهمه که چی خونده شما خوب فکر کنین بعد از او معنای کلمه را به انگلیسی برای ای شخص توضیح میده او متاسفانه غلط غلط خب بر صورت اوش خب مهم نیست مهمی است که برادر ما اصلا نمی فهمیده که به دینی که من روی میارم کلمه اولش هم نمی فهمیده که من چی می خانم یعنی هیچ نفهمیده بود وقتی که به عربی برش خوند و بعد یکی گفت که باید ترجمه شما به انگلیسی برش که بفهمه که درباره چ... چ... یعنی چی گفتم اصلا تا او وقته نمیفاهمید که م چه میگوم همین لعظه شما فکر کنید این بسیار جای تاسف است مخصوصا به خاطر اقای زبیحالله مجاهد به خاطر اینکه سخنگوی طالبان هسته و میتانه ای یک سوی استفاده سیاسی باشه از چهره اقای زبیح مجاهد به خاطر اینکه نرمال بعد در یک قسمت مثلا شما همین ویدیو رو ببینین خب شما در ویدیو دیدین که آقای زبیح مجاهد میگه که آلی که کلمه را خواند در ادامه برش بگوین که نماز و روزه و چیزها رو یاد بگیره یعنی او شما فکر کنین اول باید آدم از یک دین آگاهی کامل داشته باشه نماز و روزه و چیزا رو برش یاد بتی بگوی که نی 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 خصوصیات داره این ای یعنی خوبی ها داره که بعد از او شخص ایمانش کامل شد و بگوید که واو یه دین خوبی است دین اسلام و ما به میخوام که مشرف شوم اما شما پیش و پیش فقط کلمه خالی را بالاش میخوانین او در صورتی که معنایش نه نمیفهمید بعدا برایشان معنا کرد اینجا چیزهای دیده میشه که میتونه متاسفانه سوء استفاده سیاسی باشه بر صورت من امیدوار هستم که برادر امریکایی ما کدام جاسوس نبوده باشم خب من میخوایم درباره یک شخص برای شما بگویم که در زمان حکومت شاه امان الله خان 20 سال در مسجد پل خشتی ملا بود و بعد از مدتها خودش افغانستان را ترک کرد و از خود یک نامه گذاشته بوده که من اصلا مسلمان نبودم و من یک جاسوس انگلیسی بودم که نامش توماس اردوارد لونس هست فکر می اگر اشتباه تلفظ نکنم و در افغانستان به نام مستعار حاجی سید پیر کرم حاجی سید پیر کرم معروف بوده که بسیاری مردم را بیرا ساخته بوده و خودش یک جاسوس انگلیسی بوده شما فکر کنین که چقدر درس خوانده بوده درس اسلام که آمده بود در افغانستان 20 سال ملایی کرد و مردم افغان را به بیراهه کشاند و همیشه علیه حکومت شاه امان الله خان مردم را تحریک و جنگ کردند و همیشه اکسای از ملکه سریا را که فوتوشاپ کرده بودند به مردم نشان میدادند که حکومت حکومت کفری است یا کفار است آمدن به خاطر که ای جاسوس توماس می بهمید که حکومت شاه امان خان که است از انگلیس استقلالش را گرفته و یک حکومت مدرن است و حکومت ایسلا... یعنی افغانستان مسلمان بوده مردم افغانستان مسلمان بوده ای که حکومت شاهی شا امان خان سیاست شیر قم بود کار ندارم خودش مسلمان بود خانم شاه و تمام مردم افغانستان ولی اینمی باعث شد که اینمی مولای جاسوس انگلیسی در افغانستان هر از به وجود بیاره که بالاخره نظام شاه امان را برای همیشه ریشه خوش بکنه یعنی ریشهش را خوش بکنه و از بین ببره ما امیدوار هستم که برادر امریکایی ما که مسلمان شده چنین اهدافی را نداشته باشه ولی حقیقتی است که آقای زبیح الله مجاهد بسیار باید متوجه می بود به خاطر اینکه ممکن است این ویدیو دست دست شود در شبکه خارجی و حداقل این مشخص شود که سخنگوی طالبان قبل از اینکه بفهمه که شخص واقعاً به نیت پاک میخواه که مسلمان شوه و از دین اسلام آگاهی کامل داره و دلایل برای مسلمان شدن داره یا نه آمد برش کلمه خواند و در آغوش خود گرفت که بیا مسلمان شدی دیگه خلاص آلی ازی آباد تازه شروع که نماز و چیزا را یاد بگیری نظر میسته که اگر این برادر ما میخواست مسلمان شو اول باید اطلاعات کافی و عدقل راضی کننده برای ما و شما میداشت که ما مسلمان شوم که ما شما ای باور بالاشون میکردیم که صادقانه میخوایم مسلمان شوم. خب با اویش کار نداره ما ای موضوع را به یک نحوه فال نیک میگیریم اما فکر نمیکنم که برای زبیحولای مجاهد درست نبوده که این می میکرد یعنی میتونست که از طریق یک شخص دیگه این کار بکنه یا دقل این موضوع رسانه ای نسازه یعنی اینجا اشتباهی ای بوده که این شخص خو از خود زبیه الله مجاهد خواسته بوده که از طریق از او مسلمان شود اما این موضوع نباید رسانه ای میشد و خاطر اینکه که متاسفانه یک چیزهای در دا داخل ویدیو دیده شد که کلمه برش غلط ترجمه شد و همچنان ای شخص اصلا از اسلام نمیفهمید که چی میخونه بعد از زی که برش کلمه را خواند باز در آخر, در آخر نخواسته برش ترجمه کرد اینی چیزهایی بوده دوستان عزیز که من میخواستم برای شما شریک بسازم که بالای هر کس هم نباید ما شما باور بکنیم بنامه مسلمان ای امریکایی ها که هست بدین خودشان اعتقاد نداره شما اگر یک امریکایی را یک را استاد کنید در باره دین ایساویت از ایش پرسان کنید چه آگاهی نداره چی برسایی به ای که بیا از اسلام آگاهی داشته باشه و امیدوار هستم که جاسوس نبوده باشه و ممنون که بیننده برنامه بودین شما میتونید نظریات خودتان رو در قسمت کامنت با من داشته باشین خداحافظ شما